محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه بزرگ، بزرگترین مدافعین حقوق بشر و آزادی در ایران در 1400 سال گذشته بودن. هر کی هم خواست باش مناظره بکنه. محمد رضا شخصا در آخرین ساعات شب بر نگارش بیانیه حکومت نظامی نظارت کرد. فرمانده حکومت نظامی تهران با تیمسار اویسی بود. اویسی در خرداد 1342 به قصاب ایران معروف شده بود. با چنین انتخابی معلوم بود که محمد رضا مشت آهنین را نشان می‌دهد. ساعت 6 صبح 17 شهریور بیانیه حکومت نظامی در رادیو خوانده شد. سلام. بخبر این ساعت توجه بفرمایید. فرماندار نظامی تهران و حومه اعدامیه شماره 1 خود را به این شهر منتشر کرد. دولت شاهنشاهی ایران به منظور ایجاد رفاه مردم و حفظ نظم از ساعت 6 صبح روز جمعه 17 شهریور ماه 1357 مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه در بعضی از شهرهای کشور اعلام نموده. و این جانب به سمت فرماندار نظامی تهران و حومه منصوب گردیدم. بنابراین از کلیه اهالی محترم تهران و حومه انتظار دارم از انجام هر گونه عملی که مغایر با مقررات و قوانین حکومت نظامی باشد خودداری نمایم. وظیفه متخلفین از مقررات برابر قانون تحت تعقیب قرار خواهم گرفت. ساعت من عبور و مرور از ساعت 21 تا 5 صبح یعنی ماه بعد از ظهر تا 5 بامداد روز بعد تعیین میگردد. فرماندار نظامی تهران و حومه ارتش بود غلام علی اویسی. معلوم نبود چند نفر از وضع حکومت نظامی خبردار شده باشند. مردم به خیابان‌ها رفتند و دیدند تانک‌ها و ماشین‌های نظامی به خیابان آمدند. اما برنگشتند. شدیدترین درگیری در میدان جاله محله‌ای بود که ساکنینش بازاریان ساکن شرق تهران بودند. بقیه ماجرا به قول روزنامه گاردین شبیه به جوخه اعدام دست جمعی مردم بود. بنا به این گزارش، هلیکوپترهای نظامی کوهی از اجساد متلاشی شده بر جا گذاشتند. مسلسل سنگین برای ضد هوایی، حالت برای کارود ضد سنگر و ضد هوایی بود. مثلا برای نمونه من رفتیم به جوانی رو که مواردم که از پا که از رون پا این تیر خورده بود، اومدم که بلندش کنم، این فقط یک پوست بند بود، یعنی پاش از اون منفجر شده بود. بله، این و این دقیقاً حق با ایشونه و این اصله سنگین اون اثر رو در روی بدن میگذاره. بله، و اینکه مثلا تا ساعت 2:00 که ما اونجا بودیم شلیک ادامه داشت. یا برای نمونهش مثلا من یک بغل یک ماشینی که آتیش زده شده بود، من دیدم یک جوان نشسته و من دیدم قشنگ در تیررس سربازاست. رفتم بهش بگم که برو اونورتر بشین که میزنن. شاید نیم مترش بودم تا اومدم بگم داداش خاطر این رو بگم، یه دفعه تیر خود راست به قلبش کوبیده شد بر زمین، تکون نخورد، چشمو باز، اصلا نگاه این زنده نبوده.